سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته گشتی در نمایشگاه بزرگ آثار اندی وارهول در تیت مدرن، پیدا کردن این دو زبان، گفتگو با عباس میلانی درباره رمان مرشد و مارگاریتا، گیلدا فیلم جدید امید بنکدار و کیوان علی محمدی. اندی وارهول یکی از مشهورترین هنرمندان تاریخ هنر مدرنه. او که یکی از آغازگران هنر پاپ بود، بیشتر به خاطر قوطی‌های سوپش، نقاشی‌های کوکاکولاش و همینطور تصویرش از مرلین مونرو شناخته شده. اما مرگ و زندگیش هم به همون اندازه جنجال برانگیز بوده. گزارشی ببینیم درباره این شخصیت تاثیرگذار و همینطور آثارش که در نمایشگاهی در تیت مدرن برپاست. وارهول سین 1 تیک 1. وقتی اندی وارهول در سال 1964 در کارگاه معروفش که بهش فکتوری یا کارخونه میگفت رو باز کرد، همه در جهان هنر او رو میشناختن. او هم تصویر کالاهای مصرفی روزانه و ستاره‌های هالیوود رو وارد دنیای هنر نخبه کرده بود و همین که جایگاه آمریکا در جنبش هنر پاپ رو تثبیت کرده بود. اما بازگشایی کارخونه وارهول فصل تازه‌ای در هنر مدرن رقم زد. او با دوربینش هم صحنه فیلم‌های زیرزمینی نیویورک رو تغییر داد و هم ستاره‌های جدید خودش رو به دنیا معرفی کرد. وارهول حتی تهیه کننده موسیقی راک اند رول شد. اما تاثیرگذارترین و مشهورترین محصول کارخونه او خود اندی وارهول بود. شخصیت کمگو و مرموزی که با کلاگیس سفید و طلایی، عینک آفتابی و پاسخ‌های کوتاه و بی‌تفاوتش شناخته میشه. Canadian government spokesman said that your art could not be described as original sculpture. Would you agree with that? Yes. Why do you agree? Well, because it's not original. You have just then copied a common item. Yes. Well, why have you bothered to do that? Why not create something new? Because it's easier to do. Well, isn't this sort of a joke then that you're playing on the public? No. It gives me something to do. خانواده اندی وارهول مهاجرایی بودند که از اسلواکی در اروپای شرقی به آمریکا آمدند. اسم او در اصل اندی وارهولا بود، ولی برای تلفظ ساده‌تر در آمریکا به اندی وارهول تغییرش داد. آدم ساکتی بود که در یک خانواده خیلی مذهبی بزرگ شد. رویای آمریکایی وارهول با محله بسیار فقیری در پیتسبورگ که گتویی برای اروپایی‌های شرقی بود شروع شد. وارهول در پیتسبورگ وارد دانشگاه هنر شد و کارش رو با گرافیک تبلیغاتی و تصویرسازی مجله شروع کرد و در سال 1950 به نیویورک مهاجرت کرد. اما قبل از اینکه وارد جهان هنر نیویورک بشه، به یکی از موفق‌ترین تصویرسازهای کفش در اونجا تبدیل شد. And I got $13 a shoe. I had to think in terms of $13 every shoe, you know, so if they gave me 20 shoes to do for an ad, it was 13 times 20. But there wasn't some sort of message. I mean, there wasn't any message in you. No, there was no message. So there's no social thing about suddenly choosing Elvis Presley? No, could have been a shoe. Well, why? It first went through steps of painting. اول کارش رو با نقاشی شروع کرد. زمانی که در آمریکا نقاشی حرف اول رو میزد و اکسپرسیونیسم انتزاعی جنبش غالب هنری بود. همش صحبت از مقیاس نقاشی و ابعاد بزرگ بوم ها بود. اما مسئله اصلی برای وارهول تصویر بود. او با نشون دادن سوژه های معمولی و پیش پا افتاده شروع میکنه که گاهی طعنه هایی هم درونشون هست. مثلا در یکی از نقاشی‌های این دوره تصویری از یک نفر می‌بینیم که دماغش رو عمل کرده، انگار که در اون اصلاح بینی نامطلوب به بینی مطلوب رو می‌بینیم. تطبیق پیدا کردن با تعریف زیبایی بر مبنای اون چه رویای آمریکایی خونده میشه. و در نهایت به لحظه بزرگ آشنایی او با تکنیک سیلک سکرین میرسیم. راه حلی که باعث میشه بتونه از طریق اون دست خودش رو به عنوان نقاش از فرایند خلق اثر هنری حذف کنه.
اینجاست که سراغ تصویرهای یافته در دورورش میره. این لحظه ای از تاریخ بعد از جنگ جهانی دومه که آمریکا به ابرقدرت تبدیل شده و انگار فرهنگ مصرفی به نوعی آزادی تبدیل میشه. این که شخصیت شما رو قدرت خریدتون تعریف میکنه، این اوج سرمایه‌داریه. وارهول با این ایده بازی میکنه و سراغ فرهنگ تصویری میره. او توانایی خیلی خوبی در تشخیص نمادهای این جهان تازه داره. مثلا میره سراغ بطری کوکاکولا که دیزاین خیلی شاخصی داره. کوکاکولا نماد آمریکاست و میشه گفت حتی نماد امپریالیسم آمریکاست که به تمام جهان صادر میشه. یا مثلا جعبه های بریلو که به عنوان مجسمه از اونها استفاده میکنه. این زمانیه که هنرمندان نیویورک دوباره به ایده حاضر آماده های دوشان تمایل نشون میدادن. مارسل دوشان در اوایل قرن بیستم در کار مشهورش یک آبریزگاه یا توالت رو امضا کرد و در گالری نمایش داد. حاضر آماده های دوشان اشیای واقعی بودند که به جهان هنر وارد می شدن. اما وارهول تصمیم می گیره که محصولی رو نمایش بده که شبیه شیء واقعیه اما واقعی نیست. جعبه های بریلو وارهول ساخته دستن و با دقت روی اونا نقاشی شده. از این جهت جایی بین مجسمه، نقاشی و حاضر آماده های دوشان قرار می گیرن. وارهول از همین ایده شبیه سازی واقعیت در سیلک اسکرین ها هم استفاده می کنه. اما این تکنیک امکانات تازه‌ای رو برای اون فراهم می کنه. حالا اون می تونست از تصویرهای واقعی استفاده کنه، ابعاد اونا رو عوض کنه و از همه مهمتر تکرارشون کنه. وارهول حتی از نقطه ضعف سیلک اسکرین هم استفاده می کرد. در این تکنیک با هر بار چاپ تصویر کم رنگ تر میشه و سوژه های او رفته رفته رنگ و روشون رو از دست میدن. ما معمولا وارهول رو در ارتباط با فرهنگ مصرفی و نوعی حس تجلیل میبینیم، اما وجه تاریکی هم پشت کارهای وجود داره و یکی از اونا درگیری همیشگی وارهول با مسئله مرگه. او معمولا سراغ ستاره ها و اشخاص نامداری میره که داستان تراژیکی دارن، افرادی مثل مرلین مونرو و جکی کندی. مثلا در مرلین ها وقتی پورتری او رو میبینیم که در خاکستری محو میشه، مرلین مونروی رو به یادمون میاره که به عمر خودش پایان داد. و وقتی نگاهمون به سمت مرلین مونروی طلایی میره، او تبدیل به یک نماد میشه. انگار یه حاله مقدس دور این ستاره هالیوودی رو میگیره. و وقتی به سیلک اسکرین های جکی کندی نگاه میکنیم، تصویرهای از او قبل و بعد از ترور همسرش جان کندی رو میبینیم و لحظه وحشتناکی که او کنار همسر مقتولش نشسته و او ناگهان به مشهورترین بیوه جهان تبدیل میشه. وارهول با تکرار کردن این تصویرها در سیلک اسکرین ها دریافت ما از اونها رو تغییر میده، انگار که تجربه شخصی اونها رو به یک امر غیر شخصی تبدیل میکنه. همینطور نقاشی هایی که از فاجعه ها کشیده، مثل نقاشی خودکشی که واقعا وحشت آورند. حتی بعضی هاشون اینقدر ناراحت کنندن که نمیشه منتشرشون کرد، اما او تعمدن میخواد چیزی رو به ما نشون بده. انگار داره میگه این شاید چیزی نباشه که بخوایم بهش نگاه کنیم، ولی اینم بخشی از همون رویای آمریکایی و زندگی آمریکاییه. او از نظر اجتماعی با وجودی که همیشه دور و برش شلوغ بود، آدم خیلی تنهایی بود. ولی از طرف دیگه در کار هنریش همیشه به همکاری و کار گروهی با دیگران علاقه داشت و اوج این رو میتونیم در فکتوری یا همون کارگاه وارهول ببینیم که جایی اسرارآمیزه و وارهول انگار شبیه یک مدیر اجرایی اونجا نشسته در حالی که افراد مشهور و ثروتمند به اونجا هجوم میارن. سکس، مواد مخدر، موزیک دیسکو، راکن رول، همه چیز اونجا اتفاق میافته و نماینده فرهنگ به خصوصی میشه که در اون دوران در آمریکا در حال ظهور بود و وارهول اونجا همیشه نظاره‌گر بود. It's just you don't have to do anything. Just what you're doing.
Yeah, you can move. But not too much. نهایتاً وارهول اونجا چیزی شبیه به مرگ رو تجربه میکنه. یکی از اعضای فکتوری که بازیگر به اسم والری سولانز بود در داخل ساختمون بهش شلیک میکنه. او انتظار داشت که وارهول از کارهای هنریش حمایت کنه و احساس میکرد که بهش خیانت شده و در نهایت به شکم وارهول شلیک میکنه. بعد از این ماجرا حس نزدیکی مرگ تا پایان عمر وارهول باهاش باقی میمونه. زخمایی روی بدنش به او یادآوری میکنه مرگ در همه جا حاضره. فکر میکنم یکی از کارهای سخاوتمندانه‌ای که هنرمندا میتونن انجام بدن اینه که در رو روی بقیه باز کنن. فکر میکنم وارهول درهای خیلی زیادی رو برای هنرمندا باز کرد. Well, I've always wanted to be a comedian, but I wish I had better lines. But I think anybody can take a picture, and I think all pictures are great. کتاب مرشد و مارگاریتا نوشته میخائیل بولگاکوف نویسنده روس ماه پیش با ویرایش تازه مترجمش عباس میلانی دوباره منتشر شد. ترجمه این کتاب که از روی نسخه انگلیسیش انجام شده از همون چاپ اول در سال 1362 در ایران پرخواننده شد و حالا هم که به چاپ 24م رسیده. خیلی از منتقدین ادبی از مرشد و مارگاریتا به عنوان یکی از بزرگترین آثار ادبیات روس یاد می‌کنند. بولگاکوف این کتاب را بعد از چندین بار بازنویسی در سال 1941 زمان حکومت استالین تمام کرد. اما کتاب که حکومت دیکتاتوری و جامعه روشنفکری اون زمان شوروی را به نقد می‌کشید، 20 سال بعد منتشر شد. تو این رمان سه داستان همزمان اتفاق میفته. ماجرای شیطان در مسکو، به صلیب کشیده شدن مسیح در اورشلیم و عشق مرشد و مارگاریتا. عباس میلانی از استنفورد آمریکا با ماست تا درباره مرشد و مارگاریتا با هم صحبت کنیم. آقای میلانی، چطور شد بعد از این همه سال تصمیم گرفتید کتاب رو دوباره ویرایش کنید؟ در واقع دو علت بود. یکی این که نزدیک به 40مین سال بود و 40مین سال به هر حال هم در انسان، هم در شراب، هم در کتاب سال مهمی است. بعد نسخه انگلیسی تازه از این کتاب در اومد که به روایتی شاید دقیق ترین و کامل ترینه و به توصیه آقای جعفری تصمیم گرفته شد که بر اساس این ترجمه یک بازخوانی بشه و بازنویسی بشه. علت دیگه هم در واقع این بود که در این مدت دو نفر، یک خانم بهشتی که در اصل اوکراینی هستند و در ایران سالها انتشاراتی داشتن، این کتاب رو با اصل روسیش مقایسه کردن، جمله به جملهش رو، و نظراتشون رو برای من فرستادن. خیلی خوشحال بودم که در مقایسه با اصل روسی خیلی جای کم و کس نداشت، ولی حالا با اطمینان کاملتری و با تکیه به راهنمایی ایشون میشد یک متنی رو در آورد که برازنده 40مین سال این کتاب بسیار بسیار درخشان باشه. ترجمه شما از مرشد و مارگاریتا از همون اولش سال 62 خیلی پرفروش شد و حالا هم به چاپ 24م رسیده. به نظر شما دلیل این محبوبیت در بین خوانندگان فارسی زبان چیه؟ من فکر میکنم دو دلیل داره محبوبیت مرشد و مارگاریتا. اولا در هر جای دنیا که من میدونم چاپ شده کتاب موفقی بوده، ولی در ایران به طور اخص به گمان من دو دلیل داره. یکی این که رمان همونطوری که گفتی شگفت‌انگیزیست از لحاظ بافتش، ولی مهمتر از اون وصف حال جامعه ایرانه. جامعه ایران دچار یک رژیمیست که شباهت‌هایی به رژیم دوران استالین داره، یک رژیم شبه توتالیتر، یک رژیمی است که خودش رو عقل کل میدونه، یک رژیمی است که ادبیات ارزشی داره. اینجا اسمش ادبیات ارزشی بود، اونجا اسمش ادبیات پرولتاریایی بود. کانون نویسندگان خودشون رو دارن. مردم اینا رو میبینن و زندگی خودشون رو در اون سراغ میکنن. در اینها زندگی داستان عاشقانه بسیار زیبایی است. به نظر من بعضی از مهمترین و اساسی ترین مسائل انسان در هر جامعه ای رو، عشق، آزادی، خلاقیت، نحوه مواجهه با جباریت،
مسئله مرگ، مسئله شیطان، مسئله نیکی، بدی. دوباره یکی از نقد هایی که در موردش میخوندم همین چند وقت پیش برای آماده کردن مقدمه جدید، میگفت که بولگاکوف خیلی زیاد مدتی در مورد اندیشه های زرتشتی و مانوی میخونده و رفته بودن تمام کتابایی که در اون دوران از کتابخونه در آورده بود و خونده بود در آورده بودن تو این مقاله، و در آستانه نوشتن اینها خیلی درگیر این مسئله است و این مبارزه خیر و شر، نیکی و بدی، ریشه های نیکی و بدی به شکل به غایت زیبایی در اونجا وصف شده. من فکر میکنم همه بخشی از زندگی خودشون رو در اون میبینن و کارها به این شکل کلاسیک میشن دیگه. پاریس که مسئله رو میگیره تبدیلش به مسئله انسانی میکنه. شما شکسپیر بخونید، فردوسی رو بخونید، سعدی رو بخونید، هومر رو بخونید، مسائلی است که امروز هم بهش دچار هستیم. سختی های کار در ترجمه این کتاب براتون چی بود؟ مهمترین سختیش برای من این بود که داشتم از متن فرانسه و انگلیسی ترجمهش میکردم و این حس گناه رو داشتم که متن اصلی رو بلد نیستم و نمیتونم بخونم. همیشه این در پس ذهنم بود. هم میدونید تو این مقدمه‌ای که بر چاپ جدید هم نوشتم اشاره کردم که میگن ترجمه همیشه نوعی خیانته، برای اینکه واقعا هیچ وقت نمیشه تمام اون حاله‌های معنایی که در متن اصلی هست به زبان ترجمه منتقل کرد. یه جایی کم و کسر می‌کردم. این یه دشواریش بود. دشواری دیگه‌ش اینه که در واقع مرشد مارگریتا دو زبان مختلف به کار می‌بره. یک زبانی که در وصف ماجرای مسیحه در دوران پونتوس پیلات، زبان کمی کتاب مقدسیه، کمی زبان عهد عتیقیه، بقیهش زبان امروزی است. پیدا کردن این دو زبان خیلی برای من کار دشواری بود. وقتی که واقعا بخشای مربوط به مسیح رو ترجمه میکردم تمام مدت کتاب مقدس میخونم که ترجمه خیلی زیبایی ازش در فارسی هم هست و به حقی میخوندم که سعی بکنم اون بافت عبارات یه جوری در پس ذهنم باشه. درباره ویرایش اول کتاب که هوشنگ گلشیری انجام داده بود بگید برامون. وقتی که من کتاب رو ترجمه کردم بر اساس متن فرانسه و انگلیسی بود و آقای جعفری انتشارات نشر نو رو تازه راه انداخته بودن. من بهشون توصیه کردم که اگه ممکنه از هوشنگ گلشیری خواهش بکنیم که دوست خیلی عزیز من بود که ویرایشش رو به عهده بگیره برای اینکه بافت رمانیش رو در بیاره. و فرایندش هم به این شکل بود که من متن رو میخوندم برای گلشیری، او گوش میکرد و تصحیح میکرد، توصیه میکرد، اصلاح میکرد و درایت رمان نویسانه گلشیری برای من اونجا خیلی روشن شد که هر جا سوالی میکرد در مورد ترجمه مثلا میگفت مطمئنی اینه، وقتی به متن مراجعه میکردیم متوجه میشدم که با دقت او باید تصحیح کرد. یعنی او با شنیدن روایت فارسی متوجه میشد که در ترجمه دقت کافی به انجام یا درک درستی نبوده. خیلی برای من اون تجربه جالبی بود و حکایت از تیزهوشی گلشیری با من رمان نویس داشت. اگه ممکنه چند خط از کتابو برامون بخونید. حتما کمال میل. این تیکیست که شیطان برای اولین بار مرشد رو میبینه در یک مهمانی، بهش میگه که بگو ببینم چرا مارگریتا به تو مرشد میگوید. مرد لبخند زد و گفت خطاییست قابل بخشش، از رمانی که نوشتم بیش از حد خوشش میآید. موضوع رمان چیست؟ رمانی است در مورد پونتیوس پیلاتوس. بعد شیطان بهش میگه رمان رو بده بخونم. میگه که متاسفانه نمیتوانم آن را به شما نشان بدهم، چون در بخاری منزلم سوزاندمش. ولند جواب داد متاسفم ولی حرفت رو باور نمی کنم، محال است، دست نوشته نمی سوزد. و دست نوشته رو دستور میده گربش بیاره و معلوم میشه که به رغم همه سختی هایی که
کشیده مرشد و به رغم تلاشش در سوزاندن مت مونده و پیام موندگار کتاب به گمان من و سرنوشت خود کتاب هم در همین چند جمله متجلی است که دست نوشته ها میمونن، سانسورچی ها و جباران میروند. امید بنکدار و کیوان علی محمدی فیلمسازانی هستند که سالهاست با هم کار میکنند و چندین فیلم کوتاه و بلند در کارنامه دارند. تازه ترین ساخته اونها به نام گیلدا درباره یک ستاره سینماست که نقشش رو مهناز افشار بازی میکنه. این فیلم که در سال 1395 ساخته شده تا به امروز توقیف بود و حالا آنلاین اکران شده. محمد عبدی منتقد فیلم با این دو فیلمساز مصاحبه کرده. گفتم تخم جنی یه نمکی داری ازت خوشم میاد. شرمنده زن من میشی؟ من میخوام ادامه تحصیل بدم، اصلا هم قصد ازدواج ندارم. کدوم زن؟ زن همه جورشو دیده بودم، خجالتی مثل تو رو ندارم. واقعا قصه فیلم گیلدا در مورد یک بازیگر زن سینمای ایران هستش، یک ستاره سینماست و مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه. فیلم در ابتدا به نظر میاد که اپیزودیک باشه، یعنی یک قصه های متنوعی باشه، ولی ما یعنی بیننده به تدریج ارتباط این اپیزودها و قصه های متکثر رو به همدیگه پیدا میکنه. چقدر زیبا شدی نسبت به 5 دقیقه پیشت که خیلی عوض شد. هیچی بهتر از این نیست که وقتی از دستشوی میای ببینی که نوشیدنی منتظرته. هل گفتی برای چه فیلمی؟ نمیدونم. پال فیکشن. ایده اولیه همون ایده که امیدم گفت، ایده یک بازیگر سینماست که ما قراره در حقیقت یک روز از زندگی این آدم رو مرور بکنیم، بتونیم هم جهان ذهنی این بازیگر رو از طریق این قصه ها بهش برسیم و ترکیبی بشه از زندگی خودش و زندگی جهان سینماش و اینا تو انقدر با هم در هم تنیده بشه که به راحتی نشه اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. می رقصند این چراغ‌های چشمک زن، می رقصند راه نماها گیج و منگ، برای رقصیدن آهنگ لازم نیست در شهر. تقریبا همه فیلم‌های من و امید یه جوری زن محوره و شخصیت اصلیش یک جوری یک زن داره قصه رو روایت میکنه و شاید جز معدود فیلمسازهای سینما ایران هستیم که جهان زنانه و پرداختن به دنیای زنان برامون خیلی جذابه و سعی کردیم تو این فضا کار بکنیم. واقعیتش من چون فالوور در موقع این پیج شما نیستم، بعد یه عکسی هست توی یه صفحه شما، یعنی به خاطر همه اینا من ممنون کار شد. ببخشید میشه خاموشش کنم؟ مخالفت نکن گلی، این چوچوی ما نیست. صبر کن ببینم. نکن، من هیچ وقت این فکر رو نکردم. آخرین سوال، وقتی خودتو تو آینه نگاه میکنی چه حالی میشی؟ تو هیچ ربطی نداره، حرف میزنی یا نه؟ تو رو به فاطمه زهرا عصبانی نشو. من معلم بازنشسته بود. چه وضعی داشت؟ هرچی داشتم خرجشو کردی. خونه جهیزیه. خب تموم شد دیگه. ما از اون اولین فیلم کوتاهی که ساختیم همیشه یک سوالی مطرح میشد، این که شما چجوری دو نفره کارگردانی میکنین؟ دعوا با هم نمیکنین؟ و چجوری میشه اساساً یک فیلم رو دو نفره ساخت؟ من و امید دو تا دوست بودیم که خیلی اتفاقی تو مرکز آموزش فیلمسازی باغ فردوس صندلیامون کنار همدیگه قرار گرفت، از اونجا با هم دوست شدیم، بعد با هم شدیم دستیار کارگردان، با هم شدیم برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، بعد با هم وقتی تصمیم گرفتیم فیلم کوتاه بسازیم به نظرمون خیلی طبیعی میومد که دو تایی باز باید با هم فیلم بسازیم. با هم فیلم کوتاه ساختیم، با هم فیلم مستند ساختیم، بعدش هم وارد دنیای سینمای فیلم بلند شدیم و فیلم سینمایی ساختیم. خیلی سر فیلم با هم دعوا میکنیم، ولی معمولا دعواهامون در دوران پیش تولید و قبل از پیش تولید اصلی اتفاق میفته و دعواهامون هم برای اینه که بتونیم یه پلان رو به بهترین شکل بتونیم طراحی و اجراش بکنیم.
به هر حال اختلاف سلیقه و اختلاف نظر همیشه هست، اما از اونجایی که ما تربیت مشترک داشتیم خیلی سلیقه همون به هم نزدیکه و همیشه هم تو بحثایی که با هم دیگه میکنیم اون کسی نظر نهایی رو میگه که به صلاح کار و در جهت روند بهبود شکل و فرم کار باشه. دستت هم که داره میلرزه، اعصاب اعصاب که نداری. کی تو این شهر داره که من دومیش؟ ببینم، تو همکاری، مامانی، کسی رو نداری؟ ها؟ منظورم این که همیشه تنها کار میکنی؟ به پایان برنامه رسیدیم. ممنون که با ما بودید. یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی دوباره ببینید و گزارش هاش رو هم مثل همیشه میتونید روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.